یکی از اولویت‌های جامعه بهایی برای تحقق صلح و آرامش و افزایش قوای روحانی افراد در جوامع محلی، ایجاد نشاط و رفاه در این جوامع است که با افزایش مشارکت افراد برای بهبود شرایط زندگی در محله‌ها امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا فعالیت‌های جامعه‌سازی و توسعه اقدامات و خدمات اجتماعی در کنار تقویت بنیه معنوی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها سلوحه فعالیت‌های جامعه بهایی قرار گرفت. کرسی بهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند نیز برای بررسی نقش ساختارهای شهری و امکانات محلی در ایجاد نشاط و رسیدن به رفاه و خوشبختی در محله ها و شهرها و صلح و امنیت در سطح جهانی و یافتن راههایی برای دستیابی به این منظور نشستهایی را با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی تدارک دید. یکی از این جلسات تحت عنوان زیرساخت رفاه و اندازه‌گیری شادی با حضور پروفسور جون توماس و پروفسور کارول ریف برگزار شد. When we first hosted an infrastructure and happiness conference in 2019. وقتی برای اولین بار توی سال 2019 میزبان کنفرانس زیرساخت و شادی در کرسی صلح بودیم، واقعا نمیدونستیم که این موضوع چقدر میتونه مهم باشه. حتی امروز اهمیتش خیلی بیشتر از سال 2019 به نظر میرسه. تو اون زمان گاهی اوقات در نظر گرفتن شادی به عنوان یک معیار نامشخص در نظر گرفته میشد، اما حالا شادی به عنوان یک شاخص مهم در مورد سلامت بشریت در نظر گرفته میشه. ما تو سال 2019 از چالش‌هایی که جهان قرار بود با اونها مواجه بشه بی‌خبر بودیم. بیماری همه‌گیر جهانی، جنگ زمینی توی اروپا و مناقشات خاورمیانه. علاوه بر اینا، امروز خودمون رو درگیر چیزی یافتیم که سازمان بهداشت جهانی اون رو اپیدمی تنهایی مینامه. بنابراین تو لحظه‌ای که زیرساخت‌ها در حال فروپاشی و شادی رو به زواله، اون چه برای خودمون و برای همدیگه می‌سازیم به نظر من بیش از هر زمان دیگه ای معنا داره و به همین دلیله که فکر می‌کنم برنامه امروز بسیار مهمه. چیزی که من کارم رو وقف اون کردم اساساً آموزش برنامه ریزای شهریه و سعی می کنم به اونا کمک کنم تا بفهمن که چجوری اونا به عنوان متخصص روی تکامل جامعه بشری تأثیر می زارن که کمک به درک چگونگی این انشعاب جامعه از نظر زندگی نژادی و تأثیر گذاری بر کارهایی که اونا تونستن از نظر شکل دهی به شهرهای بهتر انجام بدن. نکته خیلی مهم اینه که چه چیزی برای ایجاد محیطهای شهری بهتر برای همه مردم مورد نیازه؟ چجوری میتونیم عدالت اجتماعی رو ترویج کنیم؟ به چه شکلی میتونیم سلامتی بهتر، رضایت بهتر، شانس زندگی بهتر رو ارتقا بدیم؟ و البته از جمله این ابزارها نه تنها بهبود محیط فیزیکی بلکه حمایت از جوامع، حمایت از طیف کامل نیازهای انسانها، شامل نیازهای اجتماعی، روحانی، همینطور نیازهای مرتبط با سلامتی انسانه. و این همون چیزی بود که تو این مجموعه خاص به اون تمرکز کردم. Many of our indicators of happiness go back to the ancient Greeks. خیلی از شاخص‌های شادی ما به یونان باستان برمی‌گرده. فکر می‌کنم اونا بین احساسات خوب تفاوت قائل می‌شدن. چیزی که اونا رو انواع اصلی شادی می‌نامیدن که با رضایت از زندگی و شادی ارتباط داره. اما ارسطو در مورد نوع دیگری از شادی صحبت می‌کنه با استفاده از کلمه عجیب غریبی که هیچ کس نمی‌تونه اونو بگه یا هجیش کنه به نام یودومونیا. یا شادمانی و خرسندی، و این دیدگاه همراه با نظریه‌های مختلف از روانشناسی بالینی به نظر من البته بیشتر رویکرد بهزیستی داره که در واقع به میزانیه که مردم درک می‌کنن و می‌تونن پتانسیل‌های خودشون رو به عنوان فرد برای رهبری زندگی معنادارتری تحقق ببخشن.
میتونن زندگی هدفمند، حس تسلط بر محیط اطراف، روابط با کیفیت و خوب با افراد دیگه و احساس استقلال داشته باشن. بنابراین من اقداماتی رو برای ارزیابی اون چیزا ایجاد کردم و اونا به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار میگیرن. من بعضی از این تحقیقات قبلی رو خلاصه کردم که نشون میده افرادی که کیفیت محله‌هاشون در طول زمان کم شده، که بیشتر سیاه‌پوستا و افراد کم سواد هستن، همون محله‌ها گزارش‌های کمتری از سلامتی رو نشون میدن. علاوه بر این محله‌هاشون امن نیست و البته سطوح بالاتری از عوامل خطر بیولوژیکی رو هم نشون میدن. از طرف دیگه محله‌هایی که با سطح بالاتری از وضعیت اجتماعی اقتصادی مشخص شدن، محله‌هایی هستن که تو اونا شاهد سلامت بهتری در وضعیت قلب و عروقی هستیم. من فقط میخوام تأکید کنم که ما فقط تبعیضی رو که متوجه میشیم چیزیه که میتونیم با دقت ارزیابی کنیم و این فقط یه بخشی از داستانه. کاری که توی فصل خودم میخواستم انجام بدم دستیابی به بعضی از قلمروهای جدید بود که برای من نشون دهنده مسئله مهمیه، برای مطالعه این که چجوری محیط‌های شهری واقعا بر رفاه و سلامت ما تأثیر میذاره و میتونم اون رو به عنوان مرزهای آینده تعیین کنم. در طول تاریخ بشر، انسان برای زنده موندن باید پیوند قوی با طبیعت پیدا می‌کرد. محیط‌های طبیعی همیشه بخش مهمی از بقای ما بودن. اما تو عصر حاضر، یه رشته مستقل هم وجود داره به نام روانشناسی زیست محیطی که اساساً مطالعه می‌کنه که چجوری مواجهه با طبیعت بهزیستی انسان رو تقویت می‌کنه. برای نوشتن این کتاب، نوشته‌های مربوط به پارک‌های شهری رو که می‌خوندم، درباره پارک‌های شهر به زیبایی توصیف کرده بود که پارک‌ها ریه‌های شهر هستند. من این استعاره رو خیلی دوست دارم چون با یافته‌های علمی هم انطباق داره که عنوان میشه پارک‌ها جاهایی هستن که افراد تو اون فعالیت بدنی دارن و با دیگران ارتباط برقرار می‌کنن. این نوع چیزا به سلامت و تندرستی آدما کمک می‌کنه. انواع مختلفی از زیرساخت‌ها وجود داره. زیرساخت فیزیکی و زیرساخت اجتماعی. برای زیرساخت‌های فیزیکی ما از چیزایی مثل پل‌ها و جاده‌ها و محل قرارگیری اونا آگاهی داریم. همینطور خطوط ریلی یا خطوط اتوبوس یا برق‌کشی، اینترنت و همه این موارد به زیرساخت‌های فیزیکی مربوط میشه. اما زیرساخت‌های اجتماعی بسیار متنوع‌تره و اینا خیلی مهمن. مثلا چه چیزی مردم رو به هم متصل می‌کنه؟ اونا رو به چه سمتی داره می‌بره؟ چه جوری با هم دیگه تعامل پیدا می‌کنن؟ بنابراین این بخشی از پوسته است که کمک می‌کنه بفهمیم اسکلتش چیه؟ ساختار این جامعه شهری خاص چی هست؟ فکر میکنم شما میتونید زیرساختها رو بر اساس فرصتهایی که افراد دارن یا ندارن چارچوب بندی کنید. برای مثال فرصتهایی برای جابجایی مثل حمل و نقل، فرصتهایی برای انجام کاری مثل فرصتهای شغلی، فرصتهایی برای لذت بردن که این چیزیه که من با پارک ها پیوندش میدم، فرصتهایی برای یادگیری مثل انواع گزینه های آموزشی در محیط شهری. بعد از اون ممکنه این کلمه مناسب نیاد، اما فرصت‌هایی برای سکنا گزیدن مثل خونه و مسکن. من فکر می‌کنم همه ما نگران غیر انسانی کردن بالقوه زندگی هستیم که توسط فناوری داره ارائه میشه. و من این بخش از فصل این کتاب که به وسیله دکتر راس عنوان شده رو دوست دارم، جایی که اون در مورد چگونگی مقابله با این مسئله به وسیله شعر، موسیقی و فرهنگ صحبت کرده. یکی از چیزایی که تو فصل خودم بهش اشاره کردم اینه که همیشه یه نقطه ضعف وجود داشته. متاسفانه هنوزم وجود داره و اون نحوه انعطاف پذیری جوامع آفریقایی آمریکاییه و منم در مورد اون انعطاف پذیری نوشتم. در زمینه تربیت خودم و خانواده‌ام مطالبی نوشتم. فکر می‌کنم که خیلی از این مسائل به این مربوط میشه که ما اجازه نمیدیم تغییرات جامعه به طور کامل زندگی ما رو اداره کنه.
به جاش به سنت‌های خانوادگیمون روی میاریم و به روحانیون و جوامع مذهبیمون رجوع میکنیم و راهی پیدا میکنیم و اونا رو به عنوان عایقی روی خودمون قرار میدیم. به راه‌های متفاوتی که به طور خاص در جوامع آفریقایی تبارها دیدم که چجوری در مقابل فشارها مقاومت میکردن که شکست نخورن فکر میکردم. فکر میکنم ما باید به این فکر کنیم که چجوری میتونیم در برابر تلاش‌هایی که میشه تا ما رو تبدیل کنه به ماشین‌های خودکار یا بردگان فناوری مقاومت کنیم، در حالی که درک کاملی از پتانسیل انسانیمون هم پیدا میکنیم. بهایان معتقدند جهان برای رسیدن به شادی، رفاه و امنیت نیازمند نگرشی نوین و بازنگری در روش‌های متداول است. در بیانیه رفاه عالم انسانی جامعه جهانی بهایی می‌خوانیم: این تصور که می‌توان مرحله بعدی پیشرفت تمدن را بدون یک بازنگری عمیق بر گرایش‌ها و مفروضاتی که امروزه زیرساخت رویکرد به توسعه اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد طرح نمود، فکری غیر واقع بینانه است. در حین انجام این کار یک سلسله مسائل اساسی در رابطه با اهداف دراز مدتی که باید دنبال شود، ساختارهای اجتماعی مورد نیاز، مستلزمات برقراری اصول عدالت اجتماعی و ماهیت و نقش دانش در ایجاد تغییرات پایدار به سرعت چهره خواهد گشود. یک چنین تجدید نظری در واقع به جستجو برای رسیدن به توافق نظر وسیعی درباره طبیعت انسانی منجر خواهد شد.